حرفمون ورد زبون شد، عشقمون بالا گرفت و قصه های این و آن شد. یکی از سر دلسوزی، دیگر از روی حسادت، یکی از سر جهالت، دیگر از روی جسارت. نمیخواستند ببونیم، عشقمون بالا بگیره. دعاشون هر روز این بود، عشقمون زودتر ببین. همه کارها رو گذاشتن، دست و تیشه رو برداشتن، خرمن عشقمون رو میخواستن از هم بپاشن. توی این آشفت بازار حرف تو همیشه این بود، حرف مردم رو نکن گوش، تو عزیز دلم هستی. نمیشه بی تو بمونم، تو یار خوشگلم هستی. میبرمت من یه روزی، تو رو به اون ور دنیا، یه جایی باشیم من تو که نباشم این آدم ها. حرف مردم رو نکن گوش، تو عزیز دلم هستی. نمیشه بی تو بمونم، تو یار خوشگلم هستی. حالا تو رفتی و من اینجا، دلم دلتنگ حرفات. تو که نیستی که بگی باز جدایی ما سرا، تو که نیستی که بگی باز حرف مردم یه خوبا، حرف مردم یه خوبا. سلام میکنم به شما بیننده های عزیز تلویزیون امید ایران. امیدوارم در هر کجای این جهان پهناور که هستین خوب، خوش و سلامت باشه. به خصوص نازنین ها مون که در ایران هستن و برنامه ما رو از ایران میبینن. شعری رو که براتون خوندم شعر حرف مردم بود، از کتاب سایه که در سال 1382 هجری شمسی در ایران به نام من به چاپ رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. امروز میخوایم در برنامه شعر یادی بکنیم از فریدون توللی. قبل از اینکه صحبت از شاعر بزرگمون فریدون توللی بشه، یک موزیک ویدیو میبینیم و بعد در خدمت شما دوباره من هستم.
نازنینم شاد نشین شب نه عزیز دلمی عزیز دلمی عزیز دلمی. با تشکر از اتاق فرمان خانم مریم عزیزم که عزیز دلمی رو برای من پخش کرد. قبل از این که بیام در برنامه عجله داشتم که بیام پیش شما و من گفتم که شما مردم و عزیز دلم خطاب میکردم و این به خاطر همین بود که مریم عزیزم این آهنگ عزیز دلم رو گذاشت و سپاس گذاشت. فریدون توللی از شعرای بزرگ ایران، شاعر شیرازی ما که در شیراز به دنیا اومد، شاعر مشروطیت و بعد از مشروطیت، از شعرایی بود که شعر نو و شعر کلاسیک و طنز میگفت. در طنز استادی خاصی داشت. توللی تبحر بسیار زیادی داشت در طنزگویی و اون زمان تمام صحبتهایی رو که میخواست با دولت داشته باشه و مسائل اجتماعی رو به صورت طنز عنوان میکرد. در روزنامه‌ای که در اون روزها زده بودن به نام روزنامه فروردین، این قسمتی از این روزنامه رو اختصاص داده بودن به فریدون توللی، اختصاص به کار خودش داده بود و طوری شده بود که این روزنامه به شهرهای دیگه ایران به تمام نقاط دور هم فرستاده می شد. توجه کنین در اون زمانی که کامپیوتر نبود و فرستادن چیزی به جای دیگه چقدر مشکل بود، این روزنامه به دست مردم میرسید و تمام نقاط ایران از این روزنامه استفاده میکردن، چنان که کلی مردم طرفدار توللی بودن. زمانی که وارد تهران شد به قدری با گل و گلدون و جاسیگاری های نقره به دیدن توللی رفتن که دیگران شگفت زده شده بودن، شاعری رو که اینطور مردمش پاس می داشتن. می بینیم یکی از شعرهای فریدون توللی به نام کارون. کارون رو با هم می شنویم. از فریدون توللی. بلم آرام چون گویی سبکبار، به نرمی بر سر کارون همی رفت. به دخلستان ساحل قرص خورشید، ز دامان افق بیرون همی رفت. شفق بازی کنان در جنبش آب، شکوه دیگر و راز دیگر داشت. به دستی پرشقایق باد سرمست، تو پنداری که پاورچین گذر داشت. جوان پاروزنان بر سینه موج، بلم میراند و جانش در بلم بود. صدا سرداد غمگین در ره باد، گرفتار دل و بیمار غم بود. دو زلفونت بود تار ربابم، چه میخواهی از این حال خرابم؟ تو که با مو سر یاری نداری، چرا هر نیمه شو آیی به خوابم؟ درون قایق از باد شبانگاه،
دو زلفی نرم نرمک تاب می‌خورد، زنی خم گشته از قایق بر امواج سرانگشتش به چین آب می‌خورد. صدا چون بوی گل در جنبش باد به آرامی به هر سو پخش می‌گشت. جوان می‌خواند و سرشار از غمی گرم پی دستی نوازش بخش می‌گشت. تو که نوشم نئی نیشم چرایی، تو که یارم نئی پیشم چرایی، تو که مرهم نئی زخم دلم را، نمک پاش دل ریشم چرایی. خموشی بود و زن در پرتو شام رخی چون رنگ شب نیلوفری داشت. ز آزار جوان دلشاد و خرسند، سری با او دلی با دیگری داشت. ز دیگر سوی کارون زورقی خورد، سبک بر موج لغزان پیش می راند. چراغی کور را می زد به نیزار، صدایی سوزناک از دور می خواند. نسیمی این پیام آورد و بگذشت، چه خوش بی مهربونی از دو سر بی. جوان نالید زیر لب به افسوس، که یک سر مهربونی درد سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. در زمان فریدون تبللی شاعران بزرگ دیگه‌ای زندگی می‌کردند که مثل غلامرضا روحانی و ابوالقاسم حالت که پاسداران شعر طنز ایران بودند، ولی کسی که برتری داشت در اون زمان و حتی در زمان خیلی زمانهای بعد از خودش فریدون تبللی بود. چنان زیبا، رسا و خانا طنز و تبللی بیان میکرد که برای همه بسیار دلنشین بود و با هر گوشی آشنا بود. فهمیدن شعر سادگی میخواد، اون حالت سادگی وقتی در شعر باشه خیلی راحت تر شنونده شعر رو میگیره، میشنوه و درک میکنه. و همونطوری که شاعر گفته، عنوان کرده، میتونه اون حالت رو در خودش به وجود بیاره. شعر فریدون تبللی از این به اصطلاح حسن شعر و از این هنر برخوردار بود. تولنده روزنامه فروردین رو داشت و در روزنامه فروردین قسمتی رو که به اصطلاح طنزها رو می نوشت و عنوان می کرد و مسائل روز رو می گفت به نام التفاسیر بود، که به شیوه گلستان سعدی بود. چنان که گفتن که خود همین التفاسیر گلستان سعدی دیگه است و این حرف بزرگان ادب و شعر زمان به اصطلاح مشروطه و حتی بعد از مشروطه شاعرها و بزرگانی که اومدن استادان سخن یک همچین نظری راجع به شعر فریدون تبللی داره. میشنویم قسمتی از برنامه‌ای که اتاق فرمان از فریدون تبللی بر ما تدارک دید. سوده الماس
آتش نکشد چون گل روی تو زبانه، ای مرغ دل از عشق رخت مست ترانه. بگذار که بوسم لب و در پای تو افتم، از شیب هوس پرور آن مرمر شانه. چون غنچه سر برزده از سینه برف است، پستان تو بر سینه و نافت به میانه. آن سیب خوش چانه به من ده که نگیرم، این گونه ز آسیب غمت دست به چانه. صد بوسه به لب دارم و صد بوسه به انگشت، خوش نیست که بوسد سر گیسوی تو شانه. هر خسته که در گلشن آغوش تو خسبد، زان باغ مرادش نتوان کرد روانه. ما کور دلان را مگر آن گوی دو پستان، آگه کند از صنع خداوند یگانه. اندوه دلم بشکن و بوسی دگرم بخش، ای نوش لبت چاره اندوه زمانه. گر سوده الماس بر اندام تو ریزند، چیند دل چون مرغ منش دانه به دانه. زین بزم خوشی فتنه که در کار گریزی، بگذار که یاری کنمت تا در خانه. پیغام تو بر بال کبوتر نتوان بست، ای بوس به لب خیز و هوا گیر زلانه. ای کودک آغوش هوسناک فریدون، شیرین تر از اینت نتوان گفت فسانه. شاعری بود که به طور کلی شعرهایی رو به جا گذاشته که این شعرها هم شعر نو هست و هم کلاسیک و هم طنز، در یک رشته نبود که به اصطلاح بخواد یک رشته رو دنبال بکنه. در شعر دستی توانا داشت و بسیار زیبا اشعار رو عنوان میکرد و میگفت، و شعرهای کلاسیک زیبایی از فریدون توللی به جا مونده. یکی از کارهای فریدون توللی به عنوان دل افروختگان رو که من دیدم، یکی از عزیزان افغانی ما، همسایه خوب ما در ایران، اجرا کرده به نام زکریا، که اسم این شعر هست دل افروختگان. دوست دارم که این شعر، این به اصطلاح آهنگ و آوازی رو که این نازنین خونده که شعرش از فریدون توللی هست با هم دیگه بشنویم. معرفت نیست در این معرفت آموختگان، معرفت نیست در این معرفت آموختگان. ای خوشا دولت دیدار دل افروختگان، ای خوشا دولت دیدار دل افروختگان. این چرد زبانان
دست من و دامن لب دو تگار بعد از این دست من و دامن لب دو تگار معرفت نیست در این معرفت و مبتگار ای خوشا دولت دیدار دل افروختگار بر سر بازار فریبم بفروخ حکومت بر سر بازار فریبم بفروخ ناجوان مردی ناکوبت اندوختگان ناجوان مردی ناکوبت اندوختگان معرفت نه درین معرفت و مختگان ای خوشا دولت دیدار دل افروختگان یار دیری نچنان خاطر مسکین بزخ دیری نچنان خاطر مسکین بسو که بنالی با عالم دل کن دوختگان که بنالی با عالم دل کن دوختگان معرفت نیست در این معرفت و مختگان معرفت نیست در این معرفت و مختگان ای خوشا دولت دیدار دل افروختگان ای خوشا دولت دیدار دل افروختگان بسیار زیبا این همسایه عزیز ما مردی از افغان هنرمندی بزرگ این شعر فریدون تبللی را اجرا کرده بود. در این لحظه شعری فریدون تبللی عزیزمون داره به اسم فریب که اتاق فرمان فریبو برامون میگذاره که با هم دیگه بشنویم. یک چند لحظه باید تعامل کنیم تا شعر فریب ببینیم. شعر فریب چه ها که در این روزگار باید و نیست دگر فریب کهن دوستان به هرز مخور که این شراب کهن بی خمار باید و نیست فروختندم و ناقوس بس علاقه زدند و از این فضاحتشان ننگ و آر باید و نیست چراغ تجربه افروز زان که در بر عقل نشان بد منشان آشکار باید و نیست قرین حیرتم از چشم گرم باور خیش که گاه شعبده بینای کار
باید و نیست. هنر نمودم و غافل شدم ز رنج حسود، هنر نمودم و غافل شدم ز رنج حسود، که در حریم منش اعتبار باید و نیست، که در حریم منش اعتبار باید و نیست. کنون جفا کش پروردگان خیشتنم، که شرمشان بر پروردگار باید و نیست. ادب نماند و فضیلت نماند و درد نماند، مدار نقد سخن بر عیار باید و نیست. مگر به زلف تو آمیزم ای امید زوال، که رشته های دگر استوار باید و نیست، که رشته های دگر استوار باید و نیست. شعر فریب بود که بسیار زیبا و امیدوارم که خوشتون اومده باشد. تشکر از اتاق فرمان که بسیار همراهی میکنه خانم مریم عزیز کارگردان خوب ما. شعر دیگه داریم از فریدون تبللی به نام دل ناآشنا پرست، که بسیار شعر زیبایی هست. این شعر هم با هم میشنویم و لذت خواهیم برد. یقینا ناشنا پرست. دستنگلاخ تیرو و تاریک زندگی، در این در اشناک بیابان پرحراس، می آیدم همارز سوی نهان به گوش آوای آشنای یکی یار ناشناس، آوای دل ربای زنی چون تنین جام، که از جرفنای شام می خواهدم مدام، می خواندم مدام، می جویدم به کام و نمی یابمش به کام. بیچاره من به هر که دل آویختم به مه، روزی دو سوخت جانم و پنداشتم که اوست. دردا که ناسپرده دو گامی به نیمه را، دیدم سراب چشمه جوشان آرزوست. آوای کیستین که گرانبار و خستگام، میخواندم به خویش و نمیماند از خروش. آیا کسی است در پس این پرده امید، یا بانگ نیستی است که میآیدم به گوش؟ گمراه و بیپناه در کور سوی اختر لرزان بخت خویش، سرگشته در سیاهی شب میروم به راه. راه دیار مرگ، راه جهان راز، راهی که هیچ رفته از آن ره نگشته باز. باز از درون تیره آن جاودان شام، آن آشنا سروش، آن شادمان بانگ دلاویز شب نبرد می پیچدم به گوش. لیکن دیگر از این دل ناآشنا پرست یادی به جز غبار باقی نمانده بر رخ شاداب روزگار. بله، بسیار زیبا بود. و در این لحظه یکی از شعرهای قدیمی خودم رو به نام سالار قصه های تو، که خیلی خیلی قدیم تر از 1382 که به چاپ رسیده گفته شده، ولی این شعر در سال 1382 هجری شمسی در ایران و در کتاب سایه به چاپ رسید.
این شعر رو تقدیم میکنم به شما بیننده های عزیزی که دوست دارین این شعر رو و با من تماس میگیرین و میخواین دوباره بشنوین سالار قصه های تو. در دهلیز زندگی، در این خراب زمان ایستاده سالار قصه های تو، خشمگین و پرخروش، مرموز و بی صدا، بر نعش زندگان، بر گور مردگان فریاد می زند تو را. پرسشگر زمین، بر مرکب زمان، بر کبیر زندگی می تازد همچنان. بازگشته است ز جنگ، غرق در قبار راه، فریاد می زند زمان نفرین کنم تو را. آمده از دیروز پردرد، بگذشت از روزهای تنهایی، بر دلش زخم خنجر دوست، بازگشته سمرس رسوان. آری آری نکین سالار قصه های تو، بر گور خاطرات خیش پای می کوبزد، می رقصد رقص من، می رقصد رقص من. اگه نیای کار دلم تمومه، کن تو کردی که بشه باورم، عشقای این زمون بی دوومه، عشقای این زمون بی دوومه. با تشکر فراوان از اتاق فرمان خانم مریم نازنین و از شما نازنین ها که میشنوین و دوست دارین هنرمنداتونو،
چیزی که در برنامه فریدون تولدی جلب توجه منو کرد وقتی که میخوندم سرگذشتشو، این که در زمانی این شاعر خوب ما زندگی کرد و معروف شد که اون وسایلی که حالا هست نبود، کامپیوتر، اینترنت و کلن تکنولوژی پیشرفته‌ای نبود، و اینکه شاعری از یک گوشه دنیا مثل شیراز شعری رو میگه و در نقاط مختلف ایران این شعر پخش میشه، این بسیار بر من جالب بود. وقتی که فکرشو میکنیم، هرچی به پشت سرمون نگاه میکنیم، میبینیم چه چیزهای با ارزشی رو ما از دست دادیم، چه احساسهایی، چه شاعرهای خوبی رو. و تنها چیزی که برای ما مونده شعرهای این نازنین ها هست که باید به خوبی از اونها نگهداری کنیم. اتاق فرمان به من خبر میدن که باید از شما عزیزان خداحافظی کنم. با تشکر فراوان از شما مردم خوبم، چیزی رو من دوست دارم که به شما بگم. یادم اومد که برنامه‌ای رو که این روزها شما از من می‌بینین به عنوان شعر، برنامه‌ای که بسیار توی برنامه‌های من جلب توجه شما عزیزانو کرده. من برنامه‌های مختلفی داشتم، برنامه بانوان موفق رو داشتم، برنامه بهترین‌ها رو داشتم، برنامه هنر هفتگانه رو داشتم، ولی این روزها میبینم که شما این برنامه رو بسیار دوست دارید. از تماسایی که با من میگیرین، از گوشه کنار ایران، از دورترین جاهایی که من اصلا فکرشو نمیکردم که شماها بتونین تلویزیون امید ایران رو اونجا ببینین، و چقدر خوشحالم که با این مسئله روبرو شدم. تشکر میکنم از شما واقعا، و خوشحالم که دوست دارین این برنامه رو. از تماسایی که میگیرین بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که بتونم بیشتر و بیشتر بر شما کاری رو انجام بدم که شما عزیزان علاقه مند هستین و علاقه دارین اون رو که دوست دارین به شما ارائه بدم در برنامه خودم. در اینجا جا داره واقعا از ریاست محترم تلویزیون امید ایران جناب آقای رفیعی عزیزم بسیار سپاسگزاری کنم که این برنامه رو در اختیار من گذاشت تا بتونم به خونه های پر از مهر و محبت شما بیام. این برنامه بهانه این شده که شما نازنین ها با من تماس بگیرین و از نزدیک با شماها آشنا بشم، یا اینکه صدای شما عزیزان رو بشنوم. از اتاق فرمان سپاسگزارم، خانم مریم عزیزم، کارگردانی خوبی که واقعا کارهاشو به خوبی انجام میده و با من قدم به قدم همراه هست، و بازم از شما مردم عزیزم که با صحبتاتون، ایمیل هاتون، تلفناتون منو شاد میکنید. به امید دیداری دوباره شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. بدرود. قلم آرام چون گویی سبکبال، به نرمی بر سر کار
کارون همی رفت. به نخلستان ساحل قرص خورشید ز دامان افق بیرون همی رفت. شفق بازی کنان در جنبش آب شکوه دیگر و راز دیگر داشت. به دشتی پر شقایق باد سرمست تو پنداری که پاورچین گذر داشت. جوان پاروزنان بر سینه موج بلم میراند و جانش در بلم بود. صدا سرداد غمگین در ره باد گرفتار دل و بیمار غم بود. دو زلفونت بود تار ربابم چه میخواهی از این حال خرابم؟ تو که با ما سر یاری نداری چرا هر نیمه شو آیی به خوابم؟ درون قایق از باد شبانگاه دو زلفی نرم نرمک تاب میخورد. زنی خم گشته از قایق برمواج سرانگشتش به چین آب میخورد. صدا چون بوی گل در جنبش آب به آرامی به هر سو پخش میگشت. جوان میخواند سرشار از غمی گرم پس دستی نوازش بخش میگشت. تو که نوشم نیی نیشم چرایی؟ تو که یارم نیی پیشم چرایی؟ تو که مرهم نیی ریش دلم را نمک پاش دل ریشم چرایی؟ خموشی بود و زن در پرتو شام رخی چون رنگ شب نیلوفری داشت. ز آزار جوان دل شاد و خرسند سری با او دلی با دیگری داشت. ز دیگر سوی کارون زورقی خورد سبک بر موج لغزان پیش میراند. چراغی کورسو میزد به نیزار صدای سوزناک از دور میخواند. نسیمی این پیام آورد و بگذشت. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی. جوان نالید زیر لب افسوس که یک سر مهربونی درد سر بی. Thank you.